برنگردونی این اموال رو، لأضربنک بسیفی، با شمشیری تو را میزنم که هر کسی رو با این شمشیر زدم رفت به جهنم، میزنم میکشمت و باید درگیر میشم، مسامحه سر بیت المال نمی کنم من. و ایش از همه مهمتر اینه، والله لو ان الحسن و الحسین، به خدا سوگند اگر حسن و حسین هم کاری که تو کردی بکنند با اونا هم برخورد میکنن. این حرف محاله دیگه، حسن و حسین که محال هم چی کاری بکنه، ولی حضرت امین میگه حتی اگر حسن و حسین این کارو بکنن که تو کردی با هم شمشیر اونا هم میزنن. یعنی من با تو به خاطر سابقه رفاقتمون اینا با تو تعارف رو در بایستی ندارم. خب امام علی علیه السلام بر مسند حکومت نشستن آقای رحیم‌پور. بله. یکی دو تا سخنرانی همون ابتدای حکومتشون ایشون داشتن که مثل بیانیه ابتدایی یا مانیفست ایشون بوده. در اون اول ارتباط با حکومتی که در دست گرفته بودن چه مطالبی گفتن؟ این حکومت خودشون رو چه جوری ترسیم کردن که چیکار می‌خوام بکنم من تو این حکومت؟ بله. عرض شود که من یک تذکری بدم برای این روایتی که می‌خونم با حرارت، برای که یه بار سوء تفاهم نشه، کسی فکر نکنه ما خودمون اهل عمل به اینا هستیم. معرض بکنم، گفتن بنده خدای روزه نمیگرفت ولی برای سحری پا میشد سحری میخورد. گفتن تو که روزه نمیگیری چرا سحری میخوری؟ گفت که من که روزه نمیگیرم اگه سحری هم نخورم دیگه پاک کافرم. حالا ما که البته بنده معلمم کاری نیستم، ولی کاری هم میبودم یقین دارم اهل عمل به اینا بنده نیستم، مثل خیلی از دیگرانی که الان هستن توی مسئولیت ها و مثل بنده هم اهل عمل به اینا نیستن. ولی که میخوام عرض کنم، حالا ما که اهل عمل به اینا نیستیم ولی بگیم اینا رو، یعنی حداقل در جریان باشیم که ما این شبها برای کی داریم عزاداری میکنیم، برای چه فرهنگی، برای چه مکتبی، اینش مهمه. والا عمل به اینا واقعا سخته و ماهای هم بین بنده امثال بنده هم ما هم آب ندیده هاییم که داریم این حرفا رو میزنیم. معلوم نیست وقتی آب ببینیم چیکار میشه. هر شبت که همونطور که فرمودید حضرت امیر تو همو ببخشید، حالا که بحث روایت رو شما فرمودید به منبع اینا میشه اشاره بفرمایید این روایت از کجا استخراج؟ خب بعضیش که آیات قرآن هست و مشخصه. بله، این روایت ها رو من عرض کردم، این روایت ها من از کتب معتبر، بله، منابع شیعه است، یعنی از بهار الانوار، بله، هر شبت که از وافی است، از اصول کافی است، از نهج البلاغه است و بله، از کتاب الحیات که 6 جلدش ترجمه هم شده به فارسی. اینا دوستانی منابع رو میتونن رجوع کنن، جزء کتب معتبر هست که حتی بعضیش مورد وثوق اهل تسنن هم هست، اینطور که بله بعضی بله. از این روایات منابع همینطوره. در خدمت عرض شود که حضرت امیر همون اول حکومتش خب با کسی تعارف نکرد، یعنی ایشان اصلا دو پهلو حرف نزد، خیلی شفاف حرفاشو زد. لذا میدونید در زمان بعد از خلیفه دوم که شورای رهبری، شورای به اصطلاح خلافت که ایشون هم جزوش بودن بعد بحث شد، نامزد اول برای رهبری بعد از خلیفه دوم ایشون بودن، یعنی حتی رأی بیشتری هم داشتن. عبدالرحمن ابن عوف آمد خدمت ایشون گفت که آقا الان مثلا 3-3 یا 2-2 مثلا توی شورا آرا نظر من تعیین کننده است، الان من اگر به شما چینه رأی بدم شما میشی، منتها یک شرطی دارم، یک خواهشی دارم، شما اعلام کن که به روش مثلا شیخین میخوای حکومت کنی. خب ایشون کافی بود بگه که حالا توریه بکنه، بگه خیلی خب حالا یه کاریش میکنی، مثلا بگه خب حالا قدرت رو میگیریم بعد کار خودمون رو میکنیم. نکرد، گفت نه، من به کتاب خدا و سنت پیغمبر عمل میکنم با اجتهاد خودم. درست شد. اولی هم که به حکومت رسید، مردم که آمدن با ایشون بیعت کردن اصلا با مردم تعارف نکرد، چون یه عده‌ای برای که از مردم مثلا بخواید مثلا بیعتی بگیری، رأی بگیری، چاپلوسی بکنه برای مردم، شما نمیدونم چین ما چین، نه اصلا حضرت امیر اینجوری با مردم حرف نمیزد. اون جایی که حدود الهی بود محکم میگفت، اون جایی که حقوق مردم بود اونجا هم محکم وای میستاد. هدفش هم واقعا خدمت به مردم بود، ولی با مردم هم ریاکاری نمیکرد. وقت ایشون همون اولی که آمدن با ایشون بیعت کنن، اون اولین سخنانش این جمله رو گفت، گفت دعونی ولتمسوا غیری، گفت دست از سر من بردارید برید سراغ کسای دیگه ای، چون من باور نمی کنم شما تا آخر این راه با من بیایید. شما فکر نکنید منم یه جوری مثل بقیه مثلا جای دیگه ای دنیا دارن حکومت میکنم، منم همینجوری حکومت میکنم. این بیعتی که با من میکنید عواقب داره. این جمله شون فرمود که انا مستقبلون امرا له وجوه و الوان، وقتی با من بیعت کردید من قبول کردم ولایت و حکومت رو، آمدم سر کار با اینکه حق من بوده و این حق من بود از بعد از رحلت پیغمبر، ولی حالا الان من اگه بیان قبول کنم، من اینجوری نیستش که شما فکر کنید به همین صافی روشنی همونطور که همیشه همتون راضی میان بیرون، تیغ عدالت یه عده‌ای تون ناراضی میکنه،
من با بعضی از شماها درگیر میشم، من نمیذارم حقوق محرومین رو بالا بکشید. خب این اولین سخنانی حضرت امیره که بعضیا درست میگن، میگن و درستم میگن که تو همین از همین اولین سخنانی حضرت امیر همون سه تا جنگ درآمد. یعنی خب بابا بعضی اومدن گفتن آقا شما یکم دیپلمات باش، خب هیچ طرز حرف زدنه، اول حکومت عوضی که تثبیت کنی پایه‌های حکومتی تو به همه اومدی اعلان جنگ میدی. ایشون اومد گفت فرمودن که وقتی من مسئولیت رو قبول کنم وضعیتی شروع خواهد شد که لا یقوم لها القلوب ولا یثبت علیها العقول. دلهاتون میلرزه، عقلهاتون یعنی تحلیلاتون شک میکنید، وسطاش گم میکنید، تشخیص نمیتونید بدین، چون با یک کسایی من مجبور میشم درگیر شم که پیش شما خیلی آدمای محترمی هستند. من اگر قبول کنم این مسئولیت رو به وسط کار شما دلهاتون میلرزه، تا آخر با من نمیایید. یا لا یثبت علیها العقول یعنی قدرت تحلیل و تشخیص نخواهید داشت، اشتباه میکنید خط و خط، چون اینکه بعد همینطور شد دیگه. بعد فرمود ان الافاق قد اقامت، افقهای روشن رو ابرهای تیره گرفتن. من آینده رو روشن نمیبینم، مسئولیت رو قبول میکنم، به تکلیفم هم عمل میکنم، اما با شما نه تعارف دارم نه ریاکاری میکنم، به مسئولیتم هم عمل میکنم، آینده رو روشن نمیبینم. خب خود حضرت امیر میگه من اینا رو گفتم، ولی با این وجود مردم مثل یال کفتار که دور گردن کفتار انبوه حلقه میزنه، مردم اینجوری زنجیروار دور من ریختن و فشار جمعیت اینقدر بود که حسن و حسین داشتن زیر دستپای جمعیت له می‌شدن. بعد میگه لباس من پاره شد از بس جمعیت هجوم آورد طرف من برای بیعت، ولی همین مردم همینا وقتی که پذیرفتن و شروع کردن به عمل به تکلیف، همینان ادعی پیمان شکستند، ادعی از دین بیرون رفتن، یعنی از لج من گفتن اصلا با دینم مخالفت می‌کنیم، لج تو، ادعی ستم کردن و فلان. حالا که ایشون میگفت اونجا خیلی اومدن با من بیعت کردن. یکی از همین سخنانی‌های حضرت امیره که اینم مسئله نظارت بر حکومت رو روشن می‌کنه در حکومت اسلامی شیعی. حضرت فرمود مردم مرا ببینید که چطور وارد حکومت میشم. اگر دیدید وقتی از حکومت میام بیرون، اگر دیدید اموال من به طور غیر عادی و غیر متعارف زیاد شده، به غیر رحلی و راحلتی، فانا خائن، بدانید که من خائنم. این جمله امیرالمومنین خیلی جمله عجیبیه. امام معصوم، کسی که عرض کردم پیامبر اکرم میفرمودن در شب معراج جبرئیل با صدای علی با من حرف میزد، این یه انسان بزرگ که بزرگ از همه انبیا بعد از پیامبر اکرم، از همه انبیا مقامش بالاتره، حکومت تشکیل داده ولی به مردم میگه مردم نظارت کنید بر مسئولینتون. اگر دیدید با مثلا طرف با یه اموالی میاد تو حکومت، با شش برابرش از حکومت میاد بیرون، حضرت امیر گفت اگر دیدید در مورد من بگید فانا خائن، بدانید که من به شما خیانت کردم. خب حضرت امیر معلوم خیانت نمی کنه، داره درس میده به مردم که تو جامعه اسلامی و حکومت اسلامی مردم نسبت به مسئولین و نسبت به بتونه باید حساس باشن، باید سوال کنن و اونا باید جواب بدن، باید جواب بدن. حالا روایاتی داریم در این که باید جواب بدن به مردم که حالا اگه فرصت شد فردا شب من اینا رو میخونم اگر عمری بود. این خب معلومه این حساسیت حضرت امیر نسبت به حقوق مردم. ببینیم راجع به دستگاه قضایی من یه چیز عرض بکنم که تو قوه قضاییه اونا هم بدانن، دوستان نمیدونن، روشن‌تر بشه، مردم بدانن که چقدر حساسه. از این مواردم زیاده، حالا من یه روایت نقل بکنم. حضرت امیر یکی از اصحاب خاصشون به نام ابوالاسود دوعلی از اصحاب حضرت امیره، آدم بسیار صالحیه، آدم بسیار درستیه، حضرت بهش اعتماد داره. امیرالمومنین ایشون رو بهش حکم قضاوت میدن، این میشه قاضی از طرف حضرت امیر در یکی از شهرها. خب بعد از یه مدتی حکم عزلش رو می‌نویسن. ابوالاسود از آدمای شیعه و مخلص حضرت امیر هم هست، آدم سالمی هم بوده. میاد پیش حضرت امیر میگه که آقا لما عزلتنی، چرا منو عزل کردی؟ و ما خنت ولا جنیت، من که نه خیانت کردم نه جنایت کردم، من چیکار کردم منو عزلم کردید؟ خود اینم خیلی جالبه که حضرت امیر اینا رو جوری آموزش میده که بیاد سوال کنه، بگه آقا چرا منو عزل کردی، من چیکار اشتباهی کردم، بگو کجا کردم، توضیح بدین. حضرت فرمودن که این خواهش میکنم گوش کنن همه شنوندگان محترم که خیلی جمله عجیبیه، فرمودن که نه تو خیانت و جنایت نکردی، اما انی رأیت کلامک یعلو کلام خصمک، من دیدم در دادگاه صدای تو از صدای متهم و شاکی بلندتر بود. قاضی تو حکومت اسلامی نباید تو دادگاه داد بزنه. فرمودن تو دادگاه اسلامی باید آرام صحبت کنی، جوری که شاکی و متهم هر دو راحت حرفشون بزنه. تو آدم سالمی، دزد و خائن و اینا نیستی، اما تو دادگاه صدات بلند بود، صدات از صدای متهم و شاکی بلندتر بود، تو دیگه حق قضاوت نداری.
اینقدر حساسیت راجع به